application of those concepts. درخت حیات ما، درخت اوکالیپتوس حیات ما، پر از پچ گنجیشگاه، هیاهوی بچه ها، آواز جیرجیرک ها. درخت حیات ما زیر بارون و برف، تو ظل آفتاب، تو صبح، تو غروب، تو شب، سبز، بلند، بخشنده است. درخت باغچه من یکی از درخت‌های شهر منه. درخت‌های شهر من سالن خونه‌شون یه درخت بزرگ با یه جوی آب رد میشه که این درخت رو قطع نکرده. همیشه پای اون درخت نشسته. بعد با دوستم روش یادگاری نوشته. خیلی بزرگ بود. من بچه که بودم از شاخه‌هاش می‌رفتم بالا و اینا. بعد خیلی هم میوه می‌آورد. می‌تونستم برم و از یعنی خودم میوه‌های اون درخت رو بچینم و احساس خیلی خوب بکنم. توی پادگانی من خدمت می‌کردم. هیچی درخت توش نداشت. خودمون پول گذاشتیم رفتیم 100 تا درخت اونجا داریم. یه درخت خرمالو بود که بابام گرفتم بچه بودم اینو کاشتیم بزرگ شده شروع کرد میوه دادن. ما اون خونه رو فروختیم. این درخت خیلی بزرگ شده بود. من کسی زیاده که خیلی عادت کرده بودم بهش خرمالو در واقع مثل اینکه درخت جونش رو فدای ما کرد. چون بعد که جنگ تموم شد و ما زیر اون درخت پناه میگرفتیم بعدن درخت خوش روز درختکاری بود. بعد من افتادم تو پارکی بعد یه درختی به من دادن درخت کوچیک همجی میدادن که بکن و من یه دونه گرفتم تو باغچه جای در خونم من کاشتم. بالاش میرفتم برای درس خوندن اون تو باغچه‌مون بود درخت زمان گنجش بود. تنه خیلی قشنگی داره خیلی بعد تاجش خیلی حالت رویایی داره اصلا حالت مشخصی نداره خیلی قشنگه گلهای قرمز آتشی داره و بعد از اونها بعد از مدرسه زیر سایه مو با هم دیگه درس میخوندیم و یه فضای دلنشینی داشت اون سایه سار خونکی که اون درخت داشت برای من همیشه دلچسب بود. Thank you.
میشستم برای شعر میگفتم و برای درخته و خیلی عجیب بود. این تنها درختی بود که این احساسو بهش داشتم. درخت معرفت جز شک و حیرت، آن آسمان های پر از پولک، آن شاخ ساران پر از گیلاس، آن خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک ها به یک به انتظار بهار که از باغچه برفی مادر بزرگ بروید. پدر هر شب قصه ملک خورشید می گفت تا مرا خواب کند. حالا چه فرقی می کند پرنده و پدر و باغچه مادر بزرگ که یخ بسته؟ درخت حیات ما سبز بود، بلند بود، پیر بود. درخت پیر حیات ما زرد شد، بیبرگ شد، خشک شد. Thank you.
عالمه مو داره درخت خیلی کهنسالی بود، فکر کنم بالای 600 سال عمر داشتش. بعد خیلی قشنگ بود، درخت به قدر انبوه میداد که به همه همسایه ها ما آب قوره میدادیم، قورهشو میگرفتیم. بعد خونه افتاد تو طرح خیابون، محله بود به نام چل درخت که این چل تا درخت توت بودن. میرفتیم یعنی این درخت بالا رفتنم برامون خیلی سخت بود، ولی میرفتیم. همه مثلا همسایه‌ها میگفتن چقدر مثلا باغچه شما قشنگه. بعد موقعی هم که داشتن خرابش میکردن مثلا بیشتر گلا رو دادن به همسایه‌ها. درخت وقتی برگشتم میگم بی احساس با بیل انداخت همه را ریشه در بود، در صورتی که زحمت 12 سال ما بود. Thank you.
دیگه سایه شاخ و برگش به دیوار نمیفته. کلاغا روی شاخهاش قارقار نمی کنن. گربه ها از تنش بالا نمیرن. و من از پشت پنجره اتاقم شاخ و برگشو نمی بینم. از درخت نخل خوشم میاد، از درخت سپیدار خوشم میاد، از درخت انار خوشم میاد، از درخت سنوبر خوشم میاد، درخت سرو شیرا، از درخت بیت خوشم میاد به خاطر اون حالت افتادگی، درخت چنار به خاطر گسترگی سایش خیلی، درخت انگور زیاد، درخت آلبالی رو دوست، درختی بوده به اسم بید مجنون، درخت انجیر خوشم میاد به خاطر اون برگای بزرگ، از درخت نخل خوشم میاد چون درخت سرو رو خیلی دوست دارم به خاطر قد و بالای بلندی که داره. درخت کاج هم دوست دارم. درخت انجیلو. خیلی چون میوه‌اش خیلی نقاشی هم های درخت دوست دارم. بیت رو از همه بیشتر دوست دارم. عقوقی‌ها رو خیلی دوست دارم خاطر اینکه برام پر از خاطره.